سلام عزیزم عزیزم سلام دارم عاشقتم بستم. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین. اسم من سلمازه، به کانال دکتر سل خیلی خوش اومدین، صفا آوردین. بچه ها الان ساعت 3 خورده یه، من تازه آمدم خونه. مریضای آخرمون دوتاشون رو یکم زودتر آمده بودن و زود تموم کردیم و زودتر آمدم خونه. خیلی شیفتم خوب بود امروز، دیگه تو دلم عروسیه. بعد گفتم که براتون فیلم بگیرم که امروز بعد از اون میخوام چیکار کنم. هنوز یک کم روشن بیرون، آفتابیه، بشینم یه بشینم ببینم میخوام چیکار کنم. میخواستم براتون این آخر هفته یه فیلم بگیرم که شاید امروز اونو فیلم بگیرم و راجع به اینه که هیچ وقت چقدر اون جوری که فیلم گرفتم بد بود، چقدر پوستم قشن معلومه خسته از پوستم، ببخشید به خوبی خودتون. بچه زیر پوش نپوشیدم، این بلوزمه اینجوریه. چی میخواستم بگم؟ آره، فیلمی که میخوام براتون بگیرم که میخواستم آخر هفته بگیرم اما شاید الان بگیرم اینه که شما پیر نیستین و دیر نیست. بچه ها خیلی ها برام می نویسن که فکر می کنن که سنشون رفته بالا یا مثلا اون آرزوهاشون برآورده نشده، اون چیزایی که می خواستن از زندگی به دست نیاوردن. بعد برام می نویسن که مثلا آفرین به تو که مثلا تو سن بالاتر رفتی دانشگاه و اینطور چیزا. بعد می خوام بگم که شما میتونین، یه کوچولو همت میخواد اما میتونین. پس میخواستم یه ویدیو درست کنم که یکم موتیویت کنم این نوع آدم ها رو، که بگم که واقعا برای هیچ چیزی دیر نیست. شما پیر نیستین و دیر نیست، شما میتونین. بعد گفتم که اون ویدیو رو بگیرم، حتی اگه یک نفر رو کمک میکنه، یک نفر رو یکم بهش انرژی میده، چرا که نه. بعد دیروز رفتم کاسکو، حالا کدام در میارم بهتون نشون میدم. اما بچه دیروز رفتم کاسکو، کلی خرید کردم. بعد یکی از خریدایی که کردم بهتون نشون بدم، اینا رو از ایتسو گرفتم. اینا از چیزه ویفروزه، اما این حالت چینیه ژاپنیه نمیدونم، اما این بابا این بانا رو گرفتم. بعد کاسکو هم داره، قشن معلومه که خوشم میاد از اینا. بعد دیروز از کاسکو اینو گرفتم، اینه که یه باکس گندشه. بعد خب میخوام شام چینی درست کنم، بعد نه اینکه الان به زودی سال نو چینی ها هست، دیگه به خاطر همین، برای اینه که من همش چینی درست میکنم. اما آره میخوام اونا رو درست کنم و شاید رفتم خرید یک کم چیزایی بگیرم. بچه آره یخچال خالی نیست اما پر آتشقاله. اینم کارهایی که امروز بعد انجام میدادم، مثلا به کسایی که بعد زنگ میزنم و جای مختلف. و بعد همین دیگه، برم اول یه چایی بخورم، یه خالی به این صورتم بدم، کتمو در بیارم، لباس عوض کنم، بعد به هم میرسیم. قشنگ معلومه که تازه کارمو تموم کردم چون هنوز اون تندی کارمو دارم. خب بریم تا چند دقیقه بعد. خب بچه ها چای خوردم و الان آرایشم یه دستی زدم و لباسم رو عوض کردم، میخوام یه فیلم بگیرم تا یکم گوشواره بپوشم. بعد همونجور که گفتم فیلمی که میخوام بگیرم راجع به اینه که چجوری این انگیزه موفقیت رو ایجاد کنه تو مردم. چون فکر می‌کنم بعضی موقع ها اون انگیزه رو ما از دست میدیم
برای همین خیلی خوبه که کارهای انجام بدیم که این انگیزه پیدا بشه. بعد همین دیگه یه کوچولو با مامانم صحبت کردم تا داشتم آرایش میکردم و یه کوچولو با پدرم. این گوشواره ها رو بچه ها میخوام بپوشم برای فیلمم. اینجا می جوش زده نمیرم. بعد همین دیگه یه کرم پودری گرفته بودم، کرم پودر از نیکس. اولش که پوشیدم خودم فکر کردم که خیلی کرم پودر خوبیه، چقدر کاورش خوبه. الان تقریبا دو سه روزه که پوشیدم و میبینم که اصلا اون کیفیتی که باید و شاید نداره این کرم پودره. اصلا جالب نیست. خواهم برگردم به همون یکی کرم پودرم، این یکی از آنستازیا بیولی هیلز. بعد دست خودم تو آینه دیدم ترسید. بعد یه کم عط بزنیم برای ویدیو، چون همه میدونن که وقتی میخوای فیلم بگیری باید خوشبو باشی. نمیدونم چرا بیشترش هم من خوردم. خب بریم فیلم بگیریم. میخوام پایین فیلم بگیرم. بریم چایم هم لیوانش رو بیارم، بریم فیلم بگیریم. و بچه دوتا لیوان داشتم، اینه که فقط آب و یکم آب لیموه. اون یکی دیگه گفتم چای نبود، کافی مشکی، کافی سیاه بود. بعد همین دیگه میخواستم براتون یه فیلم بگیرم اما الان دیره دیگه، حالا دوشنبه انشالله که مثلا شاید دوست داشتیم ببینین که خریدم برای هفته چیه، خرید غذایی چیه، یا مثلا مغازه هایی که دور و برمن. بعد همونو بگیرم. خب بریم این فیلم رو بگیریم، بعدش هم شروع میکنم شام. شاید برم یه دوری بزنم. دوری بزنم یعنی پیاده. چقدر عطر بد بود، هنوز تمش تو دهنم. قشنگ همه روده هم خوشبو شدن. اصلا اون رو امتحان نکنی. خب بچه الان ستاپ کردن، نوت هم گرفتم یکم. میخوام برم فیلمم رو بگیرم برای این ویدیو. فقط یکم دو دلم که تیترش چی باشه، آیا باشه مثلا ایجاد انگیزه یا شما پیر نیستیم و دیر نیست. نمیدونم، دو دلم هنوز. خب برم فیلم بگیرم، بعدش با هم صحبت میکنیم. اینم فیلمی که گرفتم. بچه ها بنویسین تو کامنت ها فکر میکنین این ایجاد انگیزه میکنه؟ خب بچه ها ویدیومو گرفتم و الان ساعت چنده؟ ساعت 5 دیر نیست، اما بیرون دیگه تاریک شده. فکر میکنم لباسامو عوض کنم و برم این سوپرمارکت نزدیک خونم. امیدوارم که بارونه بند اومده دیگه. بچه فیلممو گرفتم، الان میخوام برم مغازه. ساعت 6:30 ساعت با تلفنم برمیرفتم، با مامانم صحبت کردم، با پدرم و لباس گرفته بودن داشتم میپوشیدن از اینطور حرفا. بعد این پرنده های تفلکی هم دوباره من میخواستم فیلم بگیرم، دیپورتشون کردم، اینا آمدن توی آشپزخونه. اینا رو ببرم بذارم سر جاشون، برم این مغازه یه چیزی بگیرم برای شام. اون غذاهای چینی که بهتون نشون دادم میخوام بخورم با ماهی، فکر میکنم ماهی و نودل. حالا ببینیم، گرسنم شده دیگه، وقتشه. نمیدونم اگه شما اینجوری این، اما وقتی گرسنم میشه انقدر لولو میشم، یعنی اصلا برعکس میشه، هلو به لولو میشه. چرا خودم تحویل میگیرم؟ وای بچه ها، میخواستم با پیاده برم اما انقدر بارون میاد، یعنی خیسه. ببینه خیلی بارون میاد، نمیشه اینجوری، نمیشه پیاده رفت، با ماشین میرم. فکر کنم بارونه بند بیاد دیگه، اما اصلا
وای خدا. فکر کنین اینجوری تاریک بیرون، فقط ساعت چنده؟ 6:16. یعنی اصلا دیر نیست، اما اینجوری تاریک و خلوت و خیلی. بچه ها رسیدم این شاپینگ سنتر، میگم شاپینگ سنتر، این سوپرمارکته، اما انقدر بارون میاد که نمیخوام از تو ماشین پیاده شم. واقعا خوب شد ما همو صاف کردم برای بارون، کلا پوشیدم، اشکال نداره. خب بریم بریم خرید. بچه ماسک زدم، پوشیدم، رفتم جلوی در، میبینیم صورتم، میبینیم بارونیه یا نه. کیف پولم رو یادم رفته، من برم خونه. بچه ماسکم رو زدم، رفتم اون جلو و داشتم فکر میکنم به چقدر خوب آدم دستش انقدر خلوت باشه، کیف نداشته باشه، خیلی خوبه. و یه دفعه انگار که یه الارمی، یه فلاشی داره تو مغزم که خب کیف نیاوردی چجوری میخوای پول بدی؟ کارتم نیاوردی. بعد هیچی دیگه خوبش اینه که انقدر نزدیکه، خیلی نزدیکه به خونم. خوب بود اینجوری یکم ماشینم گرمتر شد. آره دیگه بریم ببینیم. برم کیف پولم بیارم. یه بار همینجوری که من ماشین رو گوش روشن گذاشته بودم، مامی ماشینش رو روشن گذاشته بودش تو پمپ بنزین، بعد مثلا به فاصله 1 متر از درش، بعد یه آقایی از خودش، حالا خیلی بهتر از من داستانه رو میگه، اما کوتاهش اینه که یه آقایی قشنگ نشست تو ماشین، رفت با ماشین مامانم تو پمپ بنزین. بعد ماشینش هم جدید بود، برای سالگرد ازدواجشون پدرم گرفته بود، یه بنز اس کلاس بود، خیلی نو، خیلی خوب و خیلی عالی. اما آره فکر میکنم این شعر منصور توش بود و شعره میخون دیوونه دیوونه، و همین آقای هم که داشته میرفته با همین شعر منصوره، با همین شعر منصور رفته. خب اینم از دنده عقب گرفتن بنده. حالا برم خرید دوباره. I'm a machine.
دفعه دوم اونم با کیف. فکر کنم شب به جای اون دامپلینگایی که بهتون نشون دادم و اون بانایی که بهتون نشون دادم یه حالت مثلا براف درست کنم با میگو. دیدیم وقتی خیلی گرست نتونه همه چیز میخوان، یعنی من فکر میکنم به اندازه 4 نفر الان غذا درست میخوام بکنم، سبزیجات هم میخوام درست کنم. بعد آره گرسنمه، همه چیزو میخوام و میدونم که زودم سیر میشم. حالا شاید یک کمیشو ببرم برای فردا ناهارم. خب اگه یادم رفت رسید به خوردن، یادم رفت فیلم گرفتم، ببخشید. چون یه جوری میشه که گرسنم میشه فقط زود میخوام بخورم. چیزایی دیگه چی گرفتم، میدولو این برافه و اینو سبزیجات و دسرم که تو یخ جاله. سلام بچه ها الان آمدم لندن، بعد فکر کنم یادم رفت از قضام فیلم بگیرم اون روز، دوباره خوردمش دیگه یادم رفت. الان آمدم لندن، این کاری که الان دارم به زودی تموم میشه دیگه، چندین ماه دیگه تموم میشه، باید دنبال کار جدید باشم. بعد امروز یه مصاحبه داشتم برای یه جای جدید، اما اصلا به دلم نشست. خیلی چیزاش خوبه، اولا که فقط 24 دقیقه است از خونمون و برمیگردم لندن، یعنی 24 دقیقه است از خونه لندن، از خیلی از اون لحاظ برام بهتره. با خانوادم هم دیگه دوری نیست، خب از اون لحاظ خیلی خوبه. بعد رئیسش 3 مطب مختلف داره، تو هر مطبش چند تا سرجری داره، خب از اون لحاظ خیلی خوبه، اما جای روش نداره. مثلا همون جایی که هستی حتما میمونی، مثلا میری بالاخره جای خودتو میگیری. نمیدونم، با اینکه مرد خیلی خوبی بود، جاش اصلا به هم نچسبید، یه جوری بود. انقدر هوا امروز خوبه که خدا میدونه. بعد برای این اینترویو سپیده از زارا یه بلوز سفیدی گرفته بود، رفتم تو اتاقش اونو پوشیدم، بعد با اون شلوار زارای مشکیم که جدید گرفتم و یه کت زارایی که قبلا داشتم، یعنی از سر تا پا تو زارام. بعد دیگه الانم اینقدر گرسنمه که خدا میدونه. مامانم قروت درست کرده، قروت کشک بنفش بیرجندیه، اینقدر این لذیذه که خدا میدونه. یه فقط فکرشو میکنم گشنم میشه، دهنم آب میفته. اما از صبح الان ساعت 1:50 است، از صبح هیچی نخوردم، بیشتر چون که حالت استراب مانندی داشتم. بعد رفته بودن تو اتاق سپیده، سر کار بود، کلی از عطرش استفاده کردم، لباسش و وسایل آرایشش، و با اینکه اونقدر آرایش نکردم، این چه قشنگ سو استفاده کردن که این سر کار بود. الانم برم خونه دیگه. بچه ها الان موهای مامانم رو کوتاه کردم برای یه ویدیوی جدید، خیلی ویدیوی فکر میکنم خوب باشه. من الان چند ساله که موهای مامیمو کوتاه میکنم، بعضی موقع موهای ساینا یا مامی موهای ساینا رو کوتاه میکنه، مامی موهای منو کوتاه میکنه، من بعضی موقع موهای خودمو کوتاه میکنم. من گفتم که هدف این ویدیوها اینه که بقیه یه سودی ببرن ازش، پس امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیوی مو کوتاه کردن. خودم که خیلی خوشم میاد، من یه چیزیه که لذت میبرم، بعد آخرش که سشوار میکنم میبینم اینقدر قشنگ شده، خیلی خوشم میاد. آخه این موشه رو نگاه کنی، موش عزیز جیدم،
یعنی رفتی بیرون دیروز کثیف شدی، بیا اینجا ببینمت. خوبالوی من، خوبالوی من جوجو. آخه چرا اینقدر پسر خوبیه؟ خب بچه، من دیگه برگشتم، میخواستم بگم لاتویا، من دیگه برگشتم شفیلد و فردا سر کارم و روز از نو، روزی از نو. امیدوارم که از این ولوگ خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده حتما لایک کنین و حتما سابسکرایب کنین، بعد اون زنگوله پایینم بزنین. زنگوله برای اینه که هر وقت من ویدیو میدم که شما خبردار بشین. خب تا دفعه بعد، خداحافظ.